به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. زهام اسفند 1315 در خانواده روحانی در مشهد به دنیا آمد. معمولا داشتن لباس‌های نو، دفترچه، قلم و کتاب‌های نو برای من و خواهر و برادران دست نیافتنی است. مگر چند ماهی در سال، یعنی محرم و صفر. برای همین هر سال واسه رسیدن محرم رو شماری می‌کنم. با شروع ماه محرم نویدهای پدرم واقعی تر می شود و وعده‌های کشف جورا و لباس محقق می شود. یکی دو روزی که از اول محرم می گذره صدای پدرم کاملا گرفته و خوش می شود. برای همین مادرم سعی می کنه در خوراک از صبحونه پدرم می شود دبک تا این وسیله روزی رو صاف ارسا می کرد. در این روزها پدر رو کمتر می بینیم، ولی به جاش با بچه های محل در کوچه و خیابان شور و حال عجیب داریم. این شور و حال جای دلتنگی برای پدر رو پر میکنه. گاهی پدرم میگفت من امیدم به توست. دلم میخواد پرچمی رو که تا به امروز در خانواده ما نسل به نسل افراشته بوده بعد از من تو در دست بگیره. گفتم من هم ممکنه مایل باشم که مردم رو شاد کنم، اما در لباس معلمی. او گفت هر طور که میل توست. گاهی هم با خودم میگم ای کاش این کارو میکردم و امسال جای او رو در مجالس پر میکردم. دیگه برای محرم لحظه شماری نمیکنم. محرم امسال دیگه مادرم برای صدای کسی شیر گرم نمیکنه. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. آشنایی ما چون ایشون همسایه ما بودن و مادرشون گاهی میامدن به خاطر که سر بزنن به ایشون، طبیعتا رفت آمد میکردیم چون ایشون غریب بودن. ما با مادرشون آشنا شدیم
و از طریق مادرشون آشنایی ما ادامه داشت. سال 42 که پدرشون مریض بودن، چون مشکلات مریضی پدر با ایشون بود، به حال با خیلی ساده ما ازدواج کردیم و در آبان ماه 42 با هم ازدواج کردیم. ایشون درگیر مریضی پدرشون بودن و بعدم که چون پدرشون فوت کرده بود، دوست نداشتن مراسمی برگزار بشه. خواهی نخواهی خیلی راحت ما با هم زندگی رو شروع کردیم تا سال 43 پسر من به دنیا آمد. اواخر 43 پسر اولم به دنیا آمد. البته اردیبهشتشون مادر ایشون فهمید که من حامله هستم، منو منتقل کردن مشهد با ایشون زندگی میکنم. دو سال معلمی در روستا و 5 سال معلمی در کاشمر زمان مناسبی برای اخذ دیپلم و فراگیری زبان انگلیسی ایجاد کرد. بعد از ازدواج در سال 45 به مشهد منتقل شدم و در همان سال در آزمون ورودی دانشگاه مشهد شرکت جستم. در رشته تاریخ رتبه اول و در زبان ادبیات انگلیسی رتبه 5 را احراز کردم. بنا به علاقه‌ای که داشتم وارد رشته زبان و ادبیات انگلیسی شدم و در سال 49 مدرک لیسانس خود را گرفتم. پس از فراغت از تحصیل در همان سال طبق درخواست خودم به تهران منتقل شدم و در سال 52 مدرک فوق لیسانس کتابداری را گرفتم. در سال 53 از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران منتقل شدم و به عنوان مربی در گروه کتابداری این دانشگاه به تدریس پرداختم و در همان سال از طرف دانشگاه مأموریتی 1 ساله برای توسعه اطلاعات خود به ایالات متحده گرفتم و در همان اوان در آنجا و در دانشگاه کیس وسترن برای مقطع دکترا نام نویسی کردم و پذیرفته شدم. امریکا برگشتن دیگه، خب بچه ها بزرگتر شده بودن، دوره تحصیلشون بود، کاملا خوب بود، ریلکس بودیم. ولی باز برای همزمان با این دوره انقلاب شروع شد و باید دوباره میرفتم برای دوره ادامه دوره دکتری. 3 ماه امریکا موندن، دوباره نتونستن دوام بیارن. یه شب ساعت 1:30 زنگ زد، گفتش که من برمیگردم ایران. جوری خیلی من شوکه شده بودم، ولی بعد از 1 هفته من دیدم ایشون اومدم و کاملا تصمیم گرفته بود یا نمیرم امریکا برای دوره تکمیل دکتری یا با هم میریم. کاملا مصمم بود. به هر حال ما رفتیم، اومدیم و اقدام کرد برای ویزا. رفتیم فرانسه ما رو برگردوندن، مثل که ویزا اشکالی داشت. همزمان با برگشت ما دلار 2-3 برابر شده بود و باز دوباره بچه ها رو دوباره اسم نوستیم تهران. بچه ها می رفتن مدرسه، ایشون هم می رفتن سر کار، شب می رفتن دوره جلوی سفارت امریکا. 2 ماه اونجا پشت سفارت بودن تا بعد از 2 ماه تونستن ویزا رو بگیرن. زمانی که ما رفتیم امریکا، بعد از یک ماه فکر می کنم دوره گروگانگیری بود و کاملا مشکل بود برای ارسال ارز برای ما.
بعد از یک سال که گذشت اینجا به ما گفتن که یه نامه اومد که هیچ تعهدی در قبال شما نداریم، کاملا درای این طرف بسته شد برامون. ما خواهش کردیم از اقوام هرچی داریم بفرشیم خورد برای ما بفرستیم که بتونیم تحصیل، و ایشون در کاملا جمع کرد دیگه، گفت ما من دیگه نمیتونم برگردیم ایران، ولی من چاره ای نداشتم چون اینجا چیزی نداشتم اونجا، و برای اولین بار گفتم یا دکترا رو میگیریم یا ما نمیریم، یا شما دکتراتو میگیریم یا اصلا نمیریم ایران، ایران رفتن ما فایده نداره. خوب خوشبختانه ادامه داد، خدا رو شکر گرفت و ما سال 60 برگشتیم ایران. وقتی وارد گروه کتابداری شدم به نظرم می رسید که برخی روش های تدریس، مباحث درسی و نحوه ارتباط با دانشجویان را می توان از آن چه هست بهتر کرد. خوشبختانه یکی از استادان این گروه که بیش از همه با او احساس همسویی می کردم، یعنی خانم نوشافرین انصاری که در دوره فوق لیسانس افتخار شاگردی ایشان را داشتم و خدا پناه او باد، تقریبا با همه نقطه نظرها و پیشنهادهای بنده توافق داشت. تلاش هایی را که برای تحول در رویکرد گروه صورت گرفته بود می توان به چند مقوله تقسیم کرد. یکی تکیه آموزش بر مفهوم خدمت و اهمیت و ضرورت توجه به مراجعان بود. دیگری توجه بیشتر به مبانی نظری این رشته که چندان مورد عنایت نبود. سوم تغییر تدریجی مسیر پایان نامه ها از لحاظ موضوعی و روش کار بود که شاید ضرورت ایجاب کرده بود تا آن زمان توجه پایان نامه ها معطوف به تهیه متون ابزاری باشد. و چهارمین مقوله مربوط به اتخاذ سیاست جدید برای آموزش این رشته بود. بعد از اینکه ایشون دکترا گرفتن و به دانشگاه تهران برگشتن، به ویژه از وقتی که ایشون سردبیر مجله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران شد، خب از اون حوزه شرح مفاهیم و اصطلاحات و اندیشه های غربی ها، مثلا جهان سوم پوپر و از شود که بحث آنتروپی و غیر و غیره، اینها رو باز کرد، به حال وارد رشته کرد و اینها رو باز کرد، یک روالی رو به وجود آورد که اون روال کمتر دیگران بهش توجه کردن، و اون این هست که من تعبیرش میکنم که نوعی اعتماد به نفس در کتابداران، به ویژه کتابداران تحصیل کرده در خارج به وجود آورد، به این معنا که وقتی ایشون شد سردبیر مجله دانشکده علوم تربیتی و اون همه آدمای بزرگی که در اونجا وجود داشتن، این اعتماد مثلا در من هم به وجود اومد و من در دانشگاه اهواز سردبیر مجله علوم تربیتی و روانشناسی شدم. آقای دکتر مهراد در شیراز سردبیر مجله شد، آقای دکتر فرش بلو بعد سردبیر مجله علوم تربیتی شد، و آقای دکتر شعبانی در اصفهان هم بعدها خیلی زمان گذشته بود به این حوزه وارد شدن، و آقای فدایی هم بالواقع در همون چارچوبی که کتابدارها این توان رو دارن که در قامت سردبیر وارد کار بشن. وقتی دکتر فوری پاشو از حوزه نوشتن صفر به سردبیری گذاشت، یعنی از شرح و تفسیر خارج شد و رسید به ویراستاری ادبی، ویراستاری علمی و نقادی، و داوری. نقش ایشون در این چند مورد بسیار اساسی بود، چون قبل از اون فی الواقع اکثر مطالبی که نوشته می شد در باره کتابداری در ایران همه تفسیر بود، شرح بود، ترجمه بود، نقل قول از غربی ها بود، ولی این پرداختن به امور کتابداری به صورت علمی و به ویژه نقادی کار بسیار اساسی بود که ایشون دنبال میکرد. و در عمل مجله کتابداری در تهران منتشر نشده مگر اینکه دکتر هوری سردبیر اون بوده. از مجله دانشکده علوم تربیتی بگیرید
تا فصلنامه کتاب، تا پیام کتاب خونه، تا عرض شود خدمت شما دفتر کتابداری دانشگاه تهران، و خب این آخری هم که اطلاع شناسی که ایشون مدیر مسئولش بود. به بیان دیگه ایشون بیشتر از اون که جنبه مدرسش مورد توجه قرار بگیره، تحت شعاع قرار بده دیگران رو، جنبه پژوهشیشون قوی بود و همین نکته بود که به هر حال رشته کتابداری رو تقویتش میکرد و ایشون رو رسون به جایی که جایگاهی که مثلا مشاور رئیس جمهور شدن. ویژگی ایشون این بود که بنیاد مطالعاتی بسیار قوی داشت در قلمروهای تاریخ، ادبیات، جامعه شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی و غیره، و سعی میکرد مفاهیم و موضوعاتی که سخنرانی میکنه ایشون پیوند بزنه به اون بنیادهای نظری و فلسفی، و از این بابت چارچوب خیلی خوبی رو برای صحبتاش فراهم میکرد و سعی میکرد که ارتباط برقرار کنه با آنچه که شرایط موجود هستش. خب این از عهده کمتر کسی برمیاد جز یک فرد دانشمند و با مطالعه و با بصیرت. ایشون چنین ویژگی رو داشت. البته این ویژگی رو هم داشت که برخلاف بسیاری از افرادی که در تهران بودن، ایشون خیلی تمایل داشت که در همه همایش ها و نشست هایی که در سراسر ایران تشکیل می شد، اگر ازشون دعوت می شد، ایشون حضور پیدا می کرد. براش مهم نبود که این همایش که یک همایش دانشجوییه یا یک همایش مثلا بین المللی هست یا یک همایش مربوط به استادها، این حضور رو یا اون رویت پذیری رو هم در آثاری که منوش و هم در کلامی که به کار می بود، در جلساتی که در شهرستان ها حضور پیدا می کرد، کاملا با هر سطحی در سطح خودش صحبت می کرد. نگاه نمی کرد این معلوماتش کمه، اون یکی زیاده. در همون سطح اگر یکی کشاورز بود می گفت امسال کشتتون چجوری بوده، دیم بوده، چطور بوده، برداشتتون چجوری بوده. این جوری با این رفتار میکرد که طرف خیلی راحت صحبت میکرد، میگفت. هم وقتی من میگفتم آخه از کشاورزی ما چیزی نمیدونیم، میگفت همون جور که توضیح میده ما میدونیم و اونم ما هم یاد میگیریم که اینقدر این آیش چیه، این چیه، اون چیه. هر کدوم از کلماتشو که متوجه نمیشد میگفت آیش یعنی به این چیز میگین آیش، این آقا یا اون طرف مقابل توضیح میداد، کاملا آشنا میشد با اون صحبت ایشون. هیچ برخورد ناشایستی من ندیدم از ایشون. حتی سر پسرای من یک دفعه داد نزده. در بزرگی وقتی چیزی میخواست که انجام بدن میگفت تو وقت داری سر راه این فوتوکپی را برای من بگیری، این زیراکس رو برای من بگیری، به صورت خواهش تو مطرحش میکرد. هیچ وقت نمیگفت تو باید بری این کار بکنی یا برای من این. منی نبود، ما بود. تو زندگی ما من نبودیم، ایش بودو ما بودیم. ایشون فقط در محدوده حرفه کتابداری اعتراضی مطرح نبودن، بلکه تلاش داشتن که تعامل کنن با سایر حرفه ها و سایر مراکزی که به وجود ایشون نیاز داشت. عضو کمیته های مختلف بودن در جاهای مختلف در حوزه‌ای غیر از کتابداری، همکاری داشتن با تدوین دارت‌معارف های مختلف و همطور با انجمن مفاخر. ایشون مدتی رئیس انجمن مفاخر و رئیس انجمن ترویج علم ایشون ایران بودن و تلاش میکردن که خب علم به زبان ساده ترویج پیدا کنه. خب نشون میده که ایشون به موازات فعالیت در حرفه کتابداری تلاش میکردن که به عنوان یک عضو مؤثر، یک استاد مؤثر، عرصه‌های دیگر رو هم تحت پوشش قرار بدن. بله، چند سالی رفتم و آمدم و تلاش کردم کارهایی انجام دهم که با اهداف سازندگی در زمینه‌های مختلف همسو باشد.
سعی کردم معاش زندگیم را از کار و تلاش در مسیر ارتقاء سطح دانش و سطح کیفی زندگی مردم تأمین کنم. به هر حال در این حیات بی پایان تغییرات و فراز و نشیب هایی دیدم و اکنون در آستانه یکی دیگر از این تغییرات هستم و فکر نمی کنم این بیماری فرصت بیشتری برای تحقق رویاهایم به من دهد. خیلی راحت روبرو شده بود با مریضیش. اگر زیاد طول کشید و اگر ما تلاش میکردیم که اینو نگه داریم، وگرنه هیچ چیزی نداشت، تلاشی نداشت که بمونه. خیلی پذیرفته بود، دیگه کارش نمیشد کرد. من باور دارم که حتی شما یک نفر رو در حرفه نمیتونید پیدا بکنید که یک نکته منفی از دکتر هوری در ذهنش داشته باشه. این از که واقعا نبود ایشون و فقدان ایشون ضربه بزرگی به حرفه بود، اما من شک ندارم که اندیشه های ایشون همواره باقی خواهد موند و همه از اون استفاده خواهد. دکتر هوری قد بی نظیر، بی بدیل، دوست داشتنی و با دانش بسیار بسیطی بودن، اما مهمترین ویژگیشون به نظر من با توجه به شناختی که از ایشون دارم این که با معرفت بودن، هم به لحاظ اپیستمولوژیک هم به معنای این که به دیگران احترام میذاشتن و تلاش میکردن کمک کنن. این خیلی مهمه، با معرفت بودن، چیزی که ما سخت در جامعه امروز بهش نیاز داریم. رشته ما داره اشکال معرفتی است. البته معرفتی به معنی اپیستمولوژیکی نه، یعنی معرفت کمه تو رشته ما. این به این جوان مردانش قضیه در واقع. Naderfilm.ir